بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. حراس رهبر چین از فروپاشی، سرنوشت اقلیت‌های مسلمان در ابهام. افزایش بی سابقه حملات اسلام هراسانه در بریتانیا طی یک سال گذشته. دانشجویان شیعه هاروارد خواستار حضور عالم دینی برای تأمین نیازهای معنوی خود هستند. و استقبال از برنامه بازدید از مساجد در بریتانیا. وقت شما بخیر. شی جین پینگ رهبر چین به شدت نگران فروپاشی حکومت کمونیستی این کشور است و این نگرانی ها به ویژه به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مسلمانان و اقلیت های دیگر تشدید شده است. در حالی که چین به مناسبت سالگرد تأسیس خود جشنهایی برگزار می کند، کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این جشنها نمی توانند بر خطرات جدی آینده حکومت و بحران هویت ناشی از سرکوب اقلیت ها غلبه کنند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. نشریه اکونومیست اخیراً در مطلبی کوتاه به نگرانی‌های شی جین پینگ رهبر چین در مورد احتمال فروپاشی حکومت کمونیستی این کشور پرداخته است. این نگرانی‌ها به ویژه پس از گذشت بیش از 72 سال از حکومت کمونیست‌ها در چین تشدید شده است. در حالی که رهبران چین به مناسبت جشن 75مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین سازه‌های نمایشی و نمادهای عمر طولانی را به نمایش می‌گذارند، اما در پس این جشن‌ها هراس از سرنوشت مشابه اتحادیه جماهیر شوروی احساس می‌شود. به ویژه نقض‌های شدید حقوق بشر و جنایات علیه مسلمانان و اقلیت‌های دیگر به بحران مشروعیت حکومت چین دامن زده و این تصور را ایجاد کرده که پایداری حزب کمونیست در خطر است. فشارها و سرکوب‌های گسترده در سینکیانگ و دیگر مناطق به همراه تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند به فروپاشی نهادهای حکومتی منجر شود. شی جین پینگ در سخنرانی‌هایش بر خطرات عدم پیروی اعضای حزب از اصول مارکسیسم و کمونیسم تأکید کرده و هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت حزب کمونیست به سرنوشت مشابه شوروی دچار خواهد شد. به این ترتیب ترس از فروپاشی و بحران هویت نه تنها آینده ی حکومت را تهدید می‌کند، بلکه زندگی میلیون‌ها مسلمان و اقلیت دیگر در چین را نیز در حاله ای از ابهام فرو برده است. ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم که به نظر شما نگرانی های شی جین پینگ از فروپاشی حکومت چین تا چه حد ناشی از سرکوب اقلیت های مسلمان و نقض حقوق بشر است و فروپاشی حکومت کمونیستی چین چه تأثیر بر ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه خواهد گذاشت؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام و تشکر از دعوتتون، با توجه به مطلبی که اشاره کردید، نشریه اکونومیست در رابطه با مسئله نقض حقوق بشر در چین و به تبع نگرانی هایی که افزایش پیدا کرده در ذهن رهبران سیاسی چین نسبت به وقوع فروپاشی احتمالی در آینده، باید عرض بکنم که بله، این مطلب درستی هست و بارها در برنامه‌های متفاوت ما نسبت به نقض شدید حقوق بشر در چین ابراز نگرانی‌های خودم رو مطرح کردم و سازمان‌های بین‌المللی بارها در رابطه با نقض حقوق
بشر به ویژه نقض حقوق مسلمان های اویغور در چین مطالبی رو خدمت شنوندگان شما عرض کردم. همون جوری که مستصر هستید، بحث حاکمیت تا قرن 18 هم مقوله‌ای بود که حاکمان با رعایت استانداردهایی که برای خودشون تعریف می‌کردند در هر محدوده از فعالیت‌های حکمرانی که علیه شهروندان ظلم و ستمی روا می‌شد، اون رو تحت مقوله حاکمیت و اقدامات سرکوبگرانه خودشون رو در اون قالب توجیه می‌کردند. مسئله احترام به حقوق بشر در قرن حاضر یک مقوله‌ای هستش که خیلی از نظام‌های سیاسی، حتی کشورهایی که نظم حکمرانی رو به توسعه در بخش اقتصاد رو هم خیلی خوب طی کرده بودن، ولی در بحث نقض حقوق بشر متاسفانه نتونستن از فروپاشی و یا بروز انقلاب در کشورشون جلوگیری بکنن. ما در اینجا باید به یک نکته اشاره بکنیم که مسئله حقوق بشر و احترام به حقوق انسان‌ها مقوله‌ای هست جهان شمول و تحت نظارت سازمان های بین المللی و همچنین رسانه هایی که به طور مؤثر رصد می کنن تمام موارد این نقض حقوق بشر در کشورها رو. ما جدای از اون مسئله شاهد بروز یک ناترازی مشخص در عدالت اجتماعی در جامعه چین هستیم که باعث شده بعد به دلیل همین نقض حقوق اویغورهای مسلمان که خب مسلمانان چین بالای 100 میلیون نفر هستند و حدود 9% جمعیت کشور رو، کل کشور رو تشکیل میدن، این بی‌توجهی نسبت به حقوق اونها و استثمار این مردم و وادار کردن اونها به اقدامات در واقع ضد بشری و شکنجه، زندانی کردن، ترک در واقع موطن خودشون رو به اجبار بر اونها تحمیل کردن و بسیاری از جنایاتی که دولت چین علیه اویغورها انجام میده، طبیعتاً این نگرانی ها رو در آینده بیشتر و بیشتر خواهد کرد. ما جدای از اون ناترازی عدالت اجتماعی که در جامعه چین میبینیم، ما مقوله در واقع عدم توزیع یکسان قدرت در عرصه سیاسی رو هم شاهد هستیم که در این بخش ما میتونیم به مسئله نقض حقوق انسان‌ها در هنگ کنگ که دنبال استقلال کشور خودشون هستن و دولت چین اینها رو در واقع استثمار کرده، همین موارد بحران‌هایی هستن که دولت چین و رهبرانشون با علم بر اونها باید به این مسئله توجه داشته باشن و در صورت بی‌توجهی من فکر می‌کنم که همون جوری که خودشون هم پیش‌بینی کردن فروپاشی مدل شوروی سابق بر این کشور تحمیل بشه. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. چندین نهاد شیعه و رسمی در انگلستان از تصمیم خود برای برپایی کنفرانسی جهانی که در آن به بررسی سیره اهل بیت علیهم السلام خواهد پرداخت خبر دادند. برگزار کنندگان این همایش اظهار داشتند امیدواریم تا از طریق این همایش مقالاتی کاربردی که بیانگر سیره پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان علیهم السلام می باشد ارائه گردد. در پایان لازم به ذکر است این کنفرانس قرار است در ماه می 2025 میلادی در لندن برگزار شود. مسجد بی بی خانوم در سمرقند ازبکستان قرار است بر اساس توافقنامه صندوق توسعه قطر و بنیاد توسعه فرهنگ و هنر ازبکستان نوسازی و بازسازی شود. این پروژه با هدف تکمیل تلاش‌های مرمت قبلی و بازسازی ساختمان مسجد و حمایت از توانمندسازی اقتصادی فقیرترین اقشار جامعه ازبکستان است. شایان ذکر است مسجد بی بی خانوم یا مسجد بی بی خاتون یکی از بناهای معروف سمرقند به شمار می‌آید.
سندیکای پزشکان لبنان در یک درخواست فوری از سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان ملل خواست تا جلوی حملات اسرائیل به کادر پزشکی و تیم‌های آمبولانس لبنان را بگیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، به نقل از مدیریت بیمارستان صلاح غندور، اسرائیل روز جمعه این مرکز درمانی را پس از هشدار برای تخلیه بمباران کرد و این حمله منجر به مجروحیت شدید 9 تن از کادر پزشکی و پرستاری شد. بر اساس آمارهای دولت لبنان، در طول یک سالی که از آغاز درگیری بین حزب الله و اسرائیل می‌گذرد، حدود 1900 لبنانی کشته و بیش از 9000 نفر نیز مجروح شدند. سیل و درگیری‌های موجود در سودان و نیجریه آمار مرگ و میر در اثر شیوع وبا در این دو کشور را افزایش داده است. به گفته سازمان بین‌المللی Save the Children، میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده وبا در سودان و نیجریه تا 3 برابر میانگین جهانی افزایش یافته است و هزاران کودک را در معرض خطر قرار داده است. بنابر گفته سازمان بهداشت جهانی، در سودان بین 22 جولای و 29 سپتامبر بیش از 17600 مورد ابتلا به وبا و 546 مرگ در 60 منطقه در 10 ایالت گزارش شده است. منابع محلی در استان سرپل در شمال افغانستان از جان باختن 3 کودک در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در این استان خبر می‌دهند. گفته شده این 3 کودک صبح روز جمعه 13 مهر در پی انفجار یک سرگلوله راکت جامانده از جنگ‌های پسین در این استان جان باختند. انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ بارها جان کودکان را در استان‌های مختلف افغانستان گرفته است. سازمان عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته است تا فوراً شبکه‌های مخابراتی را فعال کنند و به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. این سازمان تأکید کرده که دولت نباید از نیروها و روش‌های غیرقانونی علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده کند. با توجه به رویدادهای اخیر در خاورمیانه به ویژه در اسرائیل، لبنان و ایران، تلگرام با ترافیک سنگین و بارگزاری بی سابقه‌ای مواجه شده است. گفتنی است در چند روز گذشته برخی از کاربران ممکن است مشکلات اتصال موقت و مشکل در دسترسی به رسانه را داشته باشند. در همین راستا مدیریت تلگرام ضمن اظهاراتی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی گفت با تلاش تیم فنی ما، تلگرام در اکثر کشورها همچنان در دسترس است و اکنون همه مشکلات به طور کامل حل شده است. ما برای هر گونه ناراحتی پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم. مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که ممنوعیت فروش دخانیات به جوانان می‌تواند از مرگ 1,200,000 نفر بر اثر سرطان ریه جلوگیری کند. این تحقیق که در 82 کشور انجام شده پیشبینی کرده است که جلوگیری از فروش سیگار به افراد 14 تا 18 سال می تواند نیمی از مرگ‌های ناشی از سرطان ریه در مردان و 1/3 در زنان را تا سال 2095 کاهش دهد. گروهی از محققان بریتانیایی میگویند نوعی دستگاه تصویربرداری یا اسکنر مینیاتوری که برای دیدن جزئیات زیر پوست به جای اشعه مضر ایکس از لیزر استفاده میکند انقلابی در تصویربرداری پزشکی و تشخیص بیماری ها ایجاد میکند. این دستگاه که به همت دانشمندان کالج لندن USA ساخته شده به خصوص در تصویربرداری از رگهای خونی بسیار مؤثر است و به عنوان ابزاری کاملا جدید برای تشخیص و کنترل بیماری های مانند آرتروز، دیابت و برخی سرطان ها شناخته می شود. فیزیکدانان نوع جدیدی از تابش پرتوی گاما را که از طوفان های تندری استوایی بیرون می آید کشف کردند.
ساقه آشکارا انرژی زیادی را به همراه دارد، اما آنها پر انرژی ترین بخش طوفان نیستند. تشعشعات گاما نیز در فورانهایی به نام جرقه های پرتوی گامای زمینی TGF تولید می شود که می تواند تا 100 میکروثانیه دوام داشته باشد و به دنبال آن صاعقه های پس از آن طولانی تر می شود. دانشمندان می گویند قرنطینه های طولانی در دوران همگیری کرونا ممکن است دمای سطح ماه را تحت تاثیر قرار داده باشد. وبسایت فیوچرسیم در گزارشی در این زمینه با استناد به مقاله جدید یک تیم تحقیقاتی در هند می نویسد دمای سطح ماه در شب و در نیمه‌ای که به سمت ما قرار دارد اوایل سال 2020 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. حملات اسلام هراسانه و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا طی یک سال گذشته به بالاترین سطح خود در دهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش سازمان تلماما، بیش از 4971 مورد تبعیض و نفرت علیه مسلمانان از زمان حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل ثبت شده که بیشتر این موارد شامل رفتارهای توهین‌آمیز و تهدیدآمیز بوده است. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداختی با هم می‌بینیم. حملات با هدف ایجاد اسلام هراسی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان در بریتانیا به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. سازمان خیریه تلماما که حوادث اسلام هراسی را رصد می کند گزارش داده است که در یک سال گذشته از زمان حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل 4971 مورد نفرت پراکنی و تبعیض علیه مسلمانان در این کشور ثبت شده است. بر اساس این گزارش 63% از این حوادث شامل رفتارهای توهین‌آمیز و 27% دیگر نیز رفتارهای تهدیدآمیز بوده است. بیشتر این وقایع در شهرهای لندن، شمال غرب انگلستان، یورکشیر و میدلندز رخ دادند. همچنین در اوایل امسال گروه‌های راست افراطی با سوء استفاده از اطلاعات نادرست منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد قتل 3 دختر در ساوتپورت حملات شبانه‌ای علیه مهاجران و پناهندگان ترتیب دادند. اهداف این حملات شامل مساجد و هتل‌هایی بود که پناهجویان در آنها اسکان داشتند. پلیس متروپولیتن لندن نیز اعلام کرده است که برای مدیریت رویدادها و اعتراضات پیش رو که به مناسبت سالگرد حملات 7 اکتبر برگزار می شود یک عملیات امنیتی گسترده در دست اجرا دارد. فرمانده لوپوتفوت که رهبری این عملیات را بر عهده دارد اعلام کرد این اعتراضات در طول سال گذشته به صورت منظم برگزار شدند و ما به طور مداوم بدون تعصب آنها را نظارت کرده ایم. وی همچنین تأکید کرد که احساسات عمومی در آستانه سالگرد این حادثه بسیار بالاست و پلیس با هماهنگی با برگزار کنندگان رویدادها برنامه‌های دقیقی برای تضمین امنیت شرکت کنندگان و مدیریت هر گونه حادثه احتمالی در نظر گرفته است. به گزارش نشریه دانشگاه هاروارد، یک نظرسنجی جدید نشان داده است که دانشجویان شیعه این دانشگاه به شدت خواستار وجود یک نماینده دینی از مذهب خود هستند. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تنها 2 روحانی مسلمان در دانشگاه وجود دارند که هر دو از اهل تسنن هستند. بسیاری از دانشجویان ابراز کردند که حضور یک روحانی شیعه می تواند به آنها در برگزاری شعائر دینی و برنامه‌های خاص مذهبی کمک کند. یکی از دانشجویان با اشاره به تأثیر مثبت وجود یک روحانی شیعه بر تجربه تحصیلیش از لزوم ایجاد فضایی شامل برای دانشجویان شیعه در دانشگاه تأکید کرد. این درخواست نه تنها به نیازهای روحانی دانشجویان اشاره دارد، بلکه به مسئله هویت و ادغام اجتماعی آنها نیز مربوط می شود. دانشجویان بر این باورند که وجود یک نماینده دینی می تواند به ترویج گفتگو و تفاهم میان ادیان و مذاهب کمک کند و شرایط بهتری برای نمایندگی از اعتقادات آنها را فراهم آورد.
شورای مسلمانان بریتانیا اعلام کرد هزاران نفر از مردم این کشور با استقبال از برنامه بازدید از مساجد از نزدیک با باورها و آداب و رسوم مسلمانان آشنا شدند. این شورا اعلام کرد پس از شورش های اخیر تیم ما از مساجد در سراسر شمال بازدید کرد و شاهد ابراز همبستگی و عشق جوامعی بود که دور هم جمع شدند تا از یکدیگر بیاموزند. گفتنی است بیش از 200 مسجد در نقاط مختلف کشور در برنامه سالانه دیدار از مساجد شرکت کردند. لازم به ذکر است در این برنامه هر مسجد فعالیت‌های خاص خود را طراحی کرده بود که شامل تورهای بازدید از معماری مسجد و توضیح درباره باورها و شاهر اسلامی، عرضه انواع غذاهای کشورهای اسلامی، نمایشگاه‌ها، گفتگو با یک فنجان چای و به اشتراک گذاشتن داستان‌ها بود که همه با هدف ایجاد ارتباطات جدید انجام شد. سه عضو گروه سنی‌های تندروی داعش پس از بازداشت توسط طالبان با اشاره به اینکه در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش دیده‌اند اعتراف کردند. پس از اتمام دوره آموزشی برای انجام عملیات انتحاری به افغانستان فرستاده شدند. سه تن از افراد عضو گروه سنی‌های تندروی داعش با نام‌های محمد هارون، عبدالکبیر و رسول که دو نفر آنها از افغانستان و یک نفر دیگر اهل تاجیکستان است اعتراف کردند. پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در پاکستان برای انجام حملات به افغانستان فرستاده شده بودند. در ویدیویی از اعترافات این سه تن که توسط رسانه المرصاد پخش شد، رسول در اعترافاتش میگوید که اهل تاجیکستان است و از طریق تلگرام به کشور پاکستان دعوت شده و در کوههای بلوچستان در پایگاه گروه سنی‌های تندروی داعش به مدت 1.5 ماه درس‌های عقیدتی خوانده و پس از آن به افغانستان فرستاده شده است. همچنین محمد هارون که اسم مستعارش در داعش ابو زید بوده اعتراف کرده که در عملیات متعدد داعش از جمله حمله به کارمندان دادستانی کل طالبان در کابل، حمله به کارکنان ریاست امور زندانها در کابل، حمله در باشگاهی در دشت برچی و نیز حمله به توریست های خارجی در ولایت بامیان دخیل بوده است. و خبر پایانی امشب، مقام‌های پاکستانی گفتند که در 8 ماه اخیر نیروهای امنیتی این کشور 2232 عملیات نظامی را با هدف سرکوب مخالفان مسلح این کشور راه اندازی کردند. اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان با نشر گزارشی گفته است که از آغاز امسال تا کنون 228 حمله در این ایالت به وقوع پیوسته که در این حملات به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات زیادی وارد شده است. در این گزارش آمده است که در سال جاری میلادی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی پاکستان 302 مخالفان مسلح این کشور کشته و 612 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر تحریک طالبان پاکستان پیشتر گفته بود که در 6 ماه نخست سال جاری نزدیک به 500 حمله را در این کشور انجام داده است. این گروه گفته است که اکثر حملات آنها در ایالت خیبر پختونخوا انجام شده است. مقامات ارشد پاکستان از جمله شهباز شریف نخست وزیر این کشور بارها گفتند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و از آنجا حملاتشان را در داخل قلمروی پاکستان سازماندهی می‌کند. گروه طالبان در افغانستان اما همواره این گفته‌ها را رد کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هراس رهبر چین از فروپاشی، سرنوشت اقلیت‌های مسلمان در ابهام. افزایش بی سابقه حملات اسلام هراسانه در بریتانیا طی 1 سال گذشته. دانشجویان شیعه هاروارد خواستار حضور عالم دینی برای تأمین نیازهای معنوی خود هستند. استقبال از برنامه بازدید از مساجد در بریتانیا. پشت پرده حملات داعش در افغانستان، اعترافات 3 عضو بازداشتی. و از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 228 حمله در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان رخ داده است.
عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.